بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان. آمار دقیق از تلفات زلزله امروز در پکتیکا. نیروهای طالبان فرمانده ازبک تبار خود را در شهر کابل بازداشت کرد. کشته شدن فرمانده برجسته طالبان در تخار. و در ادامه این گزارش، افراد مخدوم عالم 7 طالب پشتون تبار را کشت. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری اطلاعاتی روز گزارش می‌دهد که حکومت طالبان آمار تلفات زلزله در پکتیکا و خوس را 920 کشته اعلام کرده است. مولای شرف‌الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، شمار تلفات زلزله شب گذشته در ولایت‌های پکتیکا و خوس را 920 کشته و 610 زخمی اعلام کرده است. با گفته او، کمک‌رسانی به آسیب دیدگان جریان دارد و برای خانواده‌های قربانیان و زخمیان پول نقد توزیع می شود. سه شنبه شب شماری از ولایت های شرقی را زلزله با قدرت 5.9 تکان داد که این حادثه در پکتیکا و خوس تلفات و خسارت سنگین بر جای گذاشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می گوید که دولت این گروه برای رسیدگی به آسیب دیدگان در ولایت های پکتیکا و خوس جلسه اضطراری برگزار کرده است. در همین حال روزنامه صبح کابل گزارش داده است که اختلافات درونی طالبان، این گروه یک فرمانده ازبک تبار خود را در کابل بازداشت کرد. منابع معتبر میگوید که طالبان مولای محمد خان عارف از فرماندهان معروف ازبک تبار خود را در شهر کابل بازداشت کرده است. منبع به روزنامه صبح کابل گزارش داده است که مولای محمد خان عارف مسئول خط آهن بندر آقینه در ولایت فاریاب و یک از فرماندهان کلیدی نیروهای طالبان در ولایت تخار امروز چهارشنبه یک سرطان به بهانه گزارش دهی به کابل خواسته شده بود. منبع میگوید زمانی که مولای عارف به شهر کابل رسیده، از سوی افراد طالبان بازداشت و اکنون تحت نظارت قرار دارد. من به افزوده که این فرمانده طالبان از 8 ماه به این طرف مسئول خط آهن بندر آقینه بوده و به بهانه حسابدهی به کابل خوانده شده بود و بدون هیچ بازپرسی از سوی بخش امنیتی وزارت فواید عامه طالبان بازداشت شده است. گفته می شود که طالبان با این فرمانده ازبک تبار خود برخورد توهین آمیز، غیر عادلانه و عقده‌مندانه داشته است. یک منبع دیگر به صبح کابل گفته است که طالبان این فرمانده ازبک تبار خود را به دلیل اختلافات قومی بازداشت و زندانی کرده است، در حالی که این فرمانده در مدت 8 ماه گذشته بدون هیچ امتیاز و با صداقت کامل وظایف خود را اجرا کرده است. گفتنی است که اخیراً تنش‌های داخلی گروه طالبان به شدت افزایش یافته است. همین گونه مولای ظریف مظفری، یک از فرماندهان کلیدی طالبان در ولایت سرپل، نیز با این گروه قطع رابطه کرده است. این همه در حالی است که اخیراً مولای مهدی مجاهد، یگانه فرمانده هزارتبار طالبان، نیز از این گروه جدا شده است. مولای مهدی تاکید کرده تا زمانی که این گروه به حقوق هزارها احترام نگذارد، با طالبان کاری نخواهد کرد. در همین حال صدای افغانستان گزارش داده است که فرمانده برجسته طالبان در تخار کشته شد. صدای افغانستان گزارش داده است که یک فرمانده مهم گروه طالبان با 3 تن از همراهانش توسط نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت تخار کشته شده است. منابع محلی امروز سه‌شنبه یک سرطان به صدای افغانستان گزارش داده است که قاری نعمان، یک از فرمانده نیروهای ویژه استخبارات گروه طالبان، با 3 تن از همراهانش در ولایت تخار توسط نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شده است. منابع می‌افزاید که این فرمانده نیروهای ویژه استخبارات گروه طالبان چند روز پیش برای اجرای یک عملیات علیه نیروهای جبهه مقاومت ملی به ولایت تخار رفته بود. باید افزود که این فرمانده طالبان در یک حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت تخار با 3 تن از همراهانش کشته شده است که چند میل تفنگ آنها نیز به دست نیروهای مقاومت ملی افتاده است. قاری نعمان باشنده اصلی ولایت لوگر است که در نظام پیشین در صف نیروهای امنیتی کار میکرد و همزمان با سقوط بخشهایی از کشور به طالبان پیوست و مقدار زیادی جنگ افزار و تجهیزات نظامی را برای گروه طالبان تحویل داد.
در همین حال 7 طالب پشتون تبار توسط افراد مولای مخدوم عالم کشته می شود. منابع محلی در ولایت فاریاب می گویند که در نتیجه درگیری میان طالبان و افراد مربوط به مخدوم عالم در شهرستان دولت آباد این ولایت 7 تن از طالبان پشتون تبار کشته می شود. منابع امروز یک جوزا به خبرگزاری صدای افغانستان گزارش دادند که در نتیجه درگیری میان طالبان پشتون تبار و مخدوم عالم دست کم 6 طالب کشته می شود. منابع گزارش می‌دهد که این درگیری زمانی صورت گرفته است که مخدوم عالم به مهمانی در شهرستان اندخوی ولایت فاریاب دعوت شده بود که حین سفر به آنجا در مسیر راه شهرستان‌های دولت آباد و اندخوی به یک کمین قبل از قبل طرح شده طالبان پشتون تبار مواجه می‌شود. منابع می‌گوید که در این درگیری به افراد مولای مخدوم عالم کدام آسیبی نرسیده است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.